بنا به گزارش‌های اقتصادی، بازار خرده فروشی در آمریکا در ماه اوت برای دومین ماه متوالی از رشد نسبی برخوردار بوده که می‌تواند ناشی از کاهش بیکاری و افزایش برخی دستمزدها باشد. کارشناسان افزایش خرید خودرو توسط خانواده‌ها و جایگزینی با خودروهای کهنه را معیاری برای افزایش درآمدها ارزیابی می‌کنند. در ماه اوت 14,500,000 خودرو در آمریکا به فروش رفته که بیشترین میزان از سال 2009 به بعد است. در اروپا اما به دلیل افزایش بهای انرژی برای اولین بار ظرف 11 ماه گذشته تورم با افزایشی چشمگیر روبرو بود و کشورهای حوزه یورو افزایش 2.6% تورم نسبت به سال گذشته را تجربه کردند. این در حالی است که بانک مرکزی اروپا در تلاش بوده تا نرخ تورم زیر 2% باقی بماند. کارشناسان به ویژه افزایش 26% بهای نفت از ماه ژوئن امسال و به تبع آن افزایش هزینه حمل و نقل را دلیل افزایش نرخ تورم سالانه ارزیابی می‌کنند.